تصویر آرامگاه هوبخشتره در قیزقاپان، اقلیم کردستان عراق. به فارسی باستان هوبخشتره، به یونانی کیاکسار، نخستین فردی از تبار آریایان مهاجر که موفق شد تمام سرزمین‌های ایرانی نشین را زیر حکومتی واحد و مستقل متحد کند. نام او در زبان مادی معنی تیرانداز ماهر می‌دهد. حدود 700 سال پیش از هوبخشتره آریاییان به تدریج وارد خاک فلات کنونی ایران شده بودند. آن زمان اقوام بومی این سرزمین حکومت‌های محلی داشتند: ایلامیان، کاسیت‌ها، گوتی‌ها، اورارتوها، ارتا و غیره. ماتا نخستین قوم آریایی بودند که موفق به تشکیل حکومت محلی شدند و همانها توانستند با تسلط بر پارسی‌ها و پارتی‌ها تمام آریاییان را زیر یک پرچم بیاورند. با این حال شکست از آشوریان و سکاها موجب از بین رفتن این یک پارچگی شده بود، تا زمانی که هوبخشتره بر ویرانه های حکومت پدرش بر تخت شاهی ماد نشست. او موفق شد با حیله و نیرنگ سران سکاها را در یک مجلس مهمانی بکشد و ضمن مطیع کردن سایر مناطق آریایی نشین با شاه بابل بر علیه نیرومندترین حکومت زمان یعنی امپراتوری آشور هم پیمان شود. جنگ ماد و آشور آغاز شد و مادها شهرهای آشور را یکی پس از دیگری فتح کردند. آخرین امپراتور آشور در میان شعله‌های آتش خودکشی کرد و بساط آشوریان برای همیشه در تاریخ برچیده شد. ممالک آشور بین ماد و بابل تقسیم شد. هوبخشتره که ایرانیان را برای اولین بار به عنوان قدرت جهانی تبدیل کرده بود، میل به تصرف یونان کرد. پس از چندین جنگ و نبرد، سرانجام اتفاق عجیبی موجب صلح پایدار شد. صفوف ماد و لیدی در کناره رود حالیس، ترکیه امروزی، با کسوف مواجه شدند. از ترس سلاح‌ها را بر زمین انداختند و پس از ظاهر شدن دوباره خورشید، یکدیگر را در آغوش کشیده و صلح برقرار شد. منجمان کنونی با بررسی متوجه شدند دقیقاً در سال 585 پیش از میلاد در آن منطقه در ساعت 10 صبح روز 28 می کسوفی قابل مشاهده بوده است. هوبخشتره چندی بعد درگذشت و به جای او پسرش ایشتوویکو، پدر بزرگ کوروش هخامنشی، به قدرت رسید. او آخرین شاه ماد بود که حکومتش بعدها توسط کوروش کبیر قبضه شد. از نام ماد تا دوره اشکانیان نامی بر جای مانده بود. بعدها دیگر نام ماد به طور کلی از میان رفت. دیاکونوف با اطمینان کردهای امروزی را بازماندگان مادها می داند.